سرخط مطالب و گزارش‌های خبری در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سفر یک هیئت بلندرتبه شورای امنیت ملل متحد به کابل. در ترکیب این هیئت رئیس دوره شورای امنیت و سفیر ایالات متحده برای ملل متحد نیز شاملند. عذرخواهی مقامات ایالت هاوایی آمریکا از مردم به خاطر اشتباه یک فرد. اهالی هاوایی با کسب هشداری کاذب مبنی بر احتمال اصابت میزایل برای بیش از نیم ساعت سراسیمه بودند. و نظری بر فعالیت‌های هنری یک خطاط آمریکایی، خواهید شنید که او چگونه به این هنر رو آورده است. سلام به تلویزیون آشنا صدای آمریکا که همزمان در فیسبوک نیز نشرات دارد. خوش آمدید. احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یکشنبه 24 جدی سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. یک هیئت بلند رتبه شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز وارد کابل شد و گفته می شود که با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیدار داشته است. با گفته یک منبع از ریاست جمهوری افغانستان، این هیئت شامل 15 عضو است که ریاست آن را خیرات عمروف سفیر قزاقستان در ملل متحد رئیس دوره شورای امنیت بر عهده دارد. همچنان گفته شده که نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد نیز شامل این هیئت است. افزون بر دیدار با سران حکومت، قرار است که این هیئت با نمایندگان احزاب سیاسی، اعضای کمیسیون انتخابات و فعالان جامعه مدنی نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. تا کنون حکومت افغانستان درباره اجندای این سفر چیزی نگفته است، اما پیش از این رئیس دوره شورای امنیت ملل متحد گفته بود که اعضای این شورا به منظور همبستگی با افغانها و بررسی نزدیک از وضعیت به کابل سفر می کنند. با حضور این هیئت در کابل، شماره از جاده های مرکزی شهر بر روی ترافیک مسدود شدند. جون اینا پیاده روانستم بام شمول خود من این مردم کلگی را که میبینی تو میسر کلگی پیاده میره این مشکلات دولت انداختم وقتی که میمون می بوزی را خود چیزش خود زجر را خود مردم نکشه دگه ای را خود باید یک جای مناسب برش تعیین کنه که سرکو گرش بر مردم باز باشه. همیال بسیاری شفاخانه دکترها بیادر ایسه که در وظیفه خود نرسیده، مامورین در وظیفه خود نرسیده، هر روز این بدبختی در سر ماسو بیادر. با تعقیب سفرهای چند ماهی اخیر مقامات عالی رتبه آمریکایی به افغانستان، به روز سه‌شنبه گذشته مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا با سفرهای عضو شورای امنیت در نیویورک راجع به اوضاع منطقه معلومات ارائه کرد. در طول 7 سال گذشته این نخستین بار است که تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد به کابل سفر کرده است. خیرات عمروف سفیر قزاقستان در شورای امنیت که ریاست دوره‌ای این شورا را بر عهده دارد، به روز پنجشنبه یکی از اهداف این سفر هیئتشان را کمک در زمینه انکشاف دادن یک استراتژی نوین خواند. در مورد اهمیت سفر این هیئت و تأثیرات آن بر اوضاع افغانستان صحبتی داریم با عبدالودود پدرام، فعال سیاسی و مدنی که از طریق اسکایپ مهمان ماست. آقای پدرام سلام، بر شما خوش آمدین. ورود هیئت شورای امنیت ملل متحد به افغانستان در چنین مقطع چه معنی میتونه داشته باشه؟ به نظر شما چه چیزی باعث شده که چنین هیئت مهمی به کابل سفر بکنه؟ تشکر. سلام به شما و به شنوندگان شما. همچنان شما که میدانید بعد از شکل گیری حکومت وحدت ملی، سیاست خارجی افغانستان توانستن دستاورد خیلی خوبی داشته باشند در راستای حمایت جامعه جهانی در رابطه با مسائل افغانستان. و همچنان شما در جریان هستین که حکومت وحدت ملی شکایت در رابطه با پناهگاه امن هراس افغانی در پاکستان و همچنان راگایت پراگانی پاکستان در شورای امنیت ارائه کردن و همچنان وضعیتی که فعلا در افغانستان، وضعیت داخلی مشکلات که وجود داره، من فکر میکنم که با اعلان استراتژی امریکا در رابطه با حمایت از افغانستان و تحت فشار قرار دادن پاکستان و این سفر هیئت یک دستاورد بسیار کلان برای مردم افغانستان و حکومت وحدت ملی افغانستان است که تا اینا اسناد لازم و شواهد لازم در رابطه با مداخلات پاکستان در امور افغانستان بتانه به این هیئت ارائه بکنه.
آقای پدرام در رأس هیئت سفیر قزاقستان قرار داره و توقع میره که در دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رئیس جمهور ترامپ در هفته آینده هم افغانستان در صدر اجندایشان قرار داشته باشه. نقش قزاقستان در مسائل افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ قزاقستان چرا علاقه گرفته که در مسائل افغانستان دخیل شود؟ بله، شما میدانید که قزاقستان کشور است که ارتباطات نزدیک با دولت افغانستان با مردم افغانستان داره. با مو اندازه که وضعیت امنیتی بدتر میشه یا خرابتر میشه در افغانستان، مسلما کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان کشورهایی هستند که اینا هم آسیب پذیر میشن. شما بعد ظهور داعش هم میبینید در چند سال اخیر، خصوصا در یک سال اخیر که داعش روز به روز در افغانستان قدرتمندتر میشه و یک نگرانی را بر کشورهای آسیای میانه، خصوصا قزاقستان و به کشورها به وجود آوردن. من فکر میکنم که یک فرصت بسیار خوبی هست برای دولت افغانستان که ریاست دوره‌ای زیر قزاقستان به عهده داره تا بتونن فشار لازم بالای پناهگاه‌های از تروریست‌ها به وجود بیارن و همچنان بتونن وضعیت امنیتی افغانستان از نزدیک اینا بررسی بکنن تا بتونن همین تهدیدهای بالقوه‌ای که متوجه کشورهای همسایه افغانستان، خصوصا کشورهای آسیای میانه هست، تا این تهدیدات بتونن مهار بکنن و دولت افغانستان دیگه. آقای پدرام، قرار است هیئت شورای امنیت ملی، ببخشید شورای امنیت ملل متحد، با بزرگان سیاسی و فعالان مدنی در کابل هم دیدار داشته باشه. شما من حیث یک فعال سیاسی و مدنی از اجندای چنین دیدارها آگاه هستین؟ متاسفانه آمدن از هیئت غیر مترقبه بود. هیچ مردم افغانستان آگاهی لازم در این راستا نداشتن و ما امیدوار هستیم. ما خواست ما این است از این هیئت که نه تنها اینا در ارگ ریاست جمهوری باید مشکلات یا بحرانی که فعلا در افغانستان دامنگیر مردم افغانستان است، اینا از زبان مقامات ارشد حکومتی پیشنهاد، اینا باید فرصت پیدا بکنن با نهادهای جامعه مدنی افغانستان، با جریان‌های سیاسی افغانستان باید از نزدیک صحبت بکنن تا مشکلات داخلی که افغانستان امروز که داره افغانستان به طرف بحران میبره و این مشکلات از نزدیک بررسی بکنن تا به واقعیت‌هایی که در پیرامون افغانستان وجود داره یا واقعیت‌ها را از زبان مردم و نهادهای جامعه مدنی افغانستان هم بشنوه تا بتونه یک تصمیم درست‌تر در این راستا اتخاذ بکنه. خب سفر هیئت شورای امنیت به کابل و دیدارش با مقامات افغان چه تأثیری در سطح افغانستان و همچنان چه تأثیری در سطح منطقه از خود به جا خواهد گذاشت؟ خب من باورم اینه که این نشان میتن که افغانستان برای جامعه جهانی، برای شورای امنیت ملل متحد های اهمیت است، بسیار مهم است که افغانستان به طرف بی‌ثباتی نره و نشان میدن که در این راستا یک امید را برای مردم افغانستان خلق میکنه که مردم به این باور میرسن که جامعه جهانی افغانستان در این حالتی که قرار داره تنها نخواهد گذاشت، در راستای انکشافی و در راستای تامین امنیت مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. تشکر از شما آقای عبدالودود پدرام. ممنون. حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که مذاکرات صلح بین حکومت و نمایندگان طالبان به زودی با وساطت حزب اسلامی در ترکیه آغاز خواهد شد. یک منبع از حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز این مطلب اظهار امیدواری کرده که این مذاکرات نتایج خوبی در پی خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را رد یا تایید نکرده است. ضمناً باید گفته شود که ساعت قبل در رسانه‌های اجتماعی ویدیویی به نشر رسید و ادعا می‌شود که گویا ملاقات برخی از افراد را با نمایندگان طالبان در ترکیه نشان می‌دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نخستین سفر رسمیش به هند امروز وارد دهلی جدید شد. سفر آقای نتانیاهو به هند 6 روز طول خواهد کشید و هدف آن تقویت روابط دفاعی، تجارتی و نیز گسترش همکاری در بخش انرژی و سایر ساحات خوانده شده است. ببخشید، از صدر اعظم اسرائیل در میدان هوایی دهلی جدید نریندرا مودی صدر اعظم هند پذیرایی کرد. قرار است دو رهبر فردا باز هم ملاقات داشته باشند. آقای نتانیاهو همچنان با رئیس جمهور هند و سایر مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد. او قبل از رهسپار شدنش به هند در مورد اهداف سفرش چنین گفت: ما روابط میان اسرائیل و این قدرت مهم جهانی را تقویت می‌بخشیم. این کار به نفع علایق امنیتی، اقتصادی، تجارت
و صنعت سیاحت ما و بسیاری بخشای دیگر ماست. برای اسرائیل این یک موهبت بزرگ است. قابل یادآوری است که ارزش داد و ستد تجارتی میان هند و اسرائیل در آغاز روابط دیپلماتیکشان در سال 1992 به 200 میلیون دلار می رسید. اما به تدریج افزایش یافت و در سال 2016 ارزش تجارت بین آنان به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. با وجود این نزدیکی روابط، هند چند پیش در ملل متحد خلاف تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خصوص بیت المقدس رأی داد. رئیس جمهور ایران میگوید ایالات متحده آمریکا در برهم زدن توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان ناکام شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سعی کرده این توافقنامه را از بین ببرد، اما در این کارش پیروز نشده است. آقای ترامپ بروز جمعه رفع تحریمات کلیدی اقتصادی بر ایران را که در توافقنامه هسته‌ای روی آن موافقت صورت گرفته تمدید کرد، اما گفت که برای حذف برخی ماده‌های آن با متحدین اروپایی کار خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این تلاش ترامپ را چیز تازه نمی‌داند. این آقای ترامپ یک سال خودش به در و دیوار میزنه، حالا قبلش هم که انتخاب نشده بود تو تبلیغات انتخاباتی مداوم بالا پایین میره برای اینکه این قرارداد رو به هم بزنه. تا امروز موفق نشده. این به معنای استحکام قرار، این به معنای پیروزی تعهدات بین المللی است، این به معنای پیروزی حقوق بر دیکتاتوری است. نوبت بعدی برای اقدام رئیس جمهور ترامپ در تصدیق و یا رد تمدید رفع تحریمات بر ایران در ماه می خواهد بود. مقامات در ایالت هوایی ایالات متحده ضمن عذرخواهی از مردم گفتند که پخش هشدار نادرست در رابطه با تهدید میزایل بالستیکی در آن ایالت اشتباه یک فرد بوده است. پس از آن که دیروز یک هشداریه عمومی در تلفن‌های باشندگان هوایی نزدیک شدن یک میزایل بالستیکی به سوی آن ایالت را خبر داد، مردم از ترس جان در هر گوشه و کنار دنبال پناهگاه می‌گشتند. فرماندهی اردوی آمریکا در اقیانوس آرام نیز دیروز اعلان کرد که هیچ تهدید راکت بالستیکی به هوایی وجود ندارد. ورن میاگی، آمر اداره واقعات عاجل جزیره هوای ایالات متحده، میگوید زمانی که این خبر را شنید فکر کرد که باید هشدار نادرست باشد، زیرا کشیدگی ها در مورد کره شمالی کاهش یافته. و چنین هم بود، کارمندی که این هشدار را صادر کرد اشتباهاً دکمه را فشار داده بود. میاگی میگوید کارمند موصوف سخت از اشتباهش متاثر است. باید بدانید که این شخص احساس بد دارد. این کار را عمدن نکرده. اشتباه کرد. این کار تکرار نخواهد شد. آقای میاگی با خاطر این وحشت و سراسیمگی که برای مردم خلق شد معذرت خواست. من همیخن از مشکل و نگرانی شدید که امروز ایجاد کردیم معذرت میخوام. در چند ماه اخیر کوشیدم که پیشبین این تهدیدها باشیم تا برای مردم آگاهی و فرصت کافی برای آمادگی بدیم. من از آن چه امروز اتفاق افتاد متاسفم و مسئولیت آن را بر عهده میگیرم. اشتباه کردیم و کوشش میکنیم که دیگر تکرار نگردد. هشدار نادرست حمله بالستیک که روز شنبه اشتباهاً صادر گردید، باشندگان جزیره هوایی را در حالت هراس و سراسیمگی قرار داد. و پیش از این که مقام‌ها از نادرست بودن هشدار خبر دهند، مردم موترهایشان را در جاده‌ها رها کرده و آماده شدند تا از خانه‌ها برآمده و در جاهای مسئول پناه آورند. سراسیمگی در هر گوشه و کنار هوایی محسوس بود. دیوید ایگا، والی ایالت هوایی، از مردم هوایی معذرت خواست. امروز روز است که اکثریت ما هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. روزی که در اکثریت در اینجا فکر کردند که وحشتناکترین خواب واقعا اتفاق میفتد. میدونم که امروز چی اتفاق افتاد. خیلی وحشتناک بود و من به خاطر درد و نگرانی که مردم با آن مواجه شدن متاسف هستم. ما هر آنچه امکان باشد انجام میدیم تا این کار بار دیگر تکرار نشود. اما این هشدار نادرست چه تأثیری را روی مردم جزیره هوایی گذاشت؟ اولین چیزی که فکر میکنی است که باید فامیلت را در یک مکان انتقال دهی که مسئول است. من مسابقه باسکتبال را تماشا میکردم. متأثر بودم که باید برخیزم و دست و پاچه شام
خیلی وحشتناک بود. برای بسیاری مردمی که وحشت زده شدن احساس بده کردم و این قابل درک است. لحظات بسیار ناراحت کننده بودم و ما باید در مورد سیستم آگاهی دهی خود توجه جدی بکنیم. گفته می شود که برای مدت تقریبا 40 دقیقه وضعیت در هاوایی چنان بود که گویا دنیا پایان می یابد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که اگر روزی صدر اعظم آن کشور شود، گرچه دیدار با دونالد ترامپ برایش مانند بلعیدن دوای تلخی خواهد بود، اما با او خواهد دید. اشاره عمران خان به رسیدنش به کرسی صدارت در پیوند با انتخاباتی است که انتظار می رود اواخر سال روان میلادی در پاکستان برگزار شود. عمران خان دیروز از ائتلاف انتخاباتیش با مولانا سمیع الحق بنیانگذار مدرسه حقانیه نیز یادآور شد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان افزود که او مخالف سرسخت سهمگیری پاکستان در جنگ علیه دهشت‌افگنان پس از واقعه 11 سپتامبر بود، زیرا به زعم او این جنگ به پاکستان ربطی نداشت. عمران خان افزود که امریکا گویا از پاکستان به عنوان پای پاک کار گرفته و این عادلانه نیست. چلسی مننگ، یک فرد تغییر جنسیت یافته در ایالات متحده امریکا که چند سال قبل به جرم افشای اسناد محرم به زندان محکوم شده بود، حال قصد کرده که در انتخابات آینده خود را به کرسی مجلس سنا کاندید کند. چلسی مننگ که قبل از تغییر هویت جنسیتیش برادلی مننگ نام داشت، تحلیلگر استخباراتی اردوی امریکا بود که در سال 2010 دستگیر شد و در قضیه افشای بیش از 700 هزار سند محرم به ویکیلیکس به 35 سال حبس محکوم گردید. اما سپس باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده مدت حبس او را کاهش داد. چلسی مننگ سال گذشته از حبس آزاد شد و حال اوراق کاندید شدنش به کرسی سنا را به کمیسیون انتخابات سپرده است. استفاده از مواد مخدر شما را تحقیر میکنه، در جامعه کسی به شما احترام نمیکنه، حتی ای که فامیل خودتان از پیشتان بیزار میباشه. همین مشکلات و سختی هایی که شما را وادار به این عمل زشت میکنه، هگمی سختی ها و مشکلات برای پیروزی خود تحمل بکنین، برای کامیابی خود تحمل بکنین، ما یقین دارم که به تمام آرزوهای خود میرسین. همچنان کشت مواد مخدر را بند بکنین، تجارتش هم نکنین، به خاطر از اینکه این عمل زشت یک جنایت و خیانت بزرگ مقابل انسان و انسانیت است. نزدیک به 300 تن از معتادان خیابانی در ولایت هرات که از سوی کمیسیون دولتی جمع‌آوری شده بودند، پس از ترک اعتیاد به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. این معتادان که 50%شان باشندگان سایر ولایت‌های افغانستانند، دوره ابتدایی سمزدایی را که یک ماه است در شماری از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در ولایت هرات سپری کردند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد. 290 تن از معتادان خیابانی ولایت هرات که یک ماه قبل از سوی کمیسیون جمع‌آوری افراد معتاد در این ولایت جمع‌آوری شده بودند، اینجا گرد هم آمده تا تولد دوبارهشان را جشن بگیرند. آنها دوره تداوی ابتدایی را در مراکز ترک اعتیاد خصوصی در هرات سپری نمودند و حالا دوباره به کانون گرم خانواده‌هایشان می‌پیوندند. بیشتر این معتادان مربوط به سایر ولایات افغانستان هستند که قرار است به طور رایگان و از طریق ترانسپورت زمینی به محلات زندگیشان انتقال داده شوند. در حدود 50%شان از سایر ولایت هستند که با ترانسپورت سکتور خصوصی سازماندهی شدند. با ولایتشان فرستاده میشن که البته پلیس مبارزه با مواد مخدر با تمام نمایندگی های ولایتیشان در ولایت سازماندهی کردند که بوا تسلیم میشن. مقام های صحی هرات نیز میگویند این افراد به گونه ابتدایی تداوی شدند و بعد از انتقال به ولایت هایشان دوباره نیز در مراکز ترک اعتیاد زیر تداوی قرار خواهند گرفت تا مجددا به اعتیاد روی نیاورند. در تمام ولایات افغانستان ما این بزه شفاخونه های به ظرفیت 50 بستر، 100 بستر، 80 بستر و 40 بستر داریم. اینا وقتی که به ولایات همجوار میرند یا به ولایات دوردست میرند، در مراکز ورق ریفر خط برای از اینا داده میشه. در اون مراکز اگر در صورتی که کدام مشکلی داشته باشند به اون مراکز مراجعه میکنند. این معتادان که سال هاست از خانواده های خود دور افتادند، اکنون برای دیدن اقاربشان لحظه شماری میکنند.
آنان این حرکت کمیسیون دولتی جمع‌آوری معتادان در هرات را راهکاری مناسب برای کمک به افراد معتاد در کشور عنوان می‌کنند. از این عمل با کمک رئیسای کمپ ترک ایتالیا ترک کردم. خوشحال هستم دیگه دغدغه مواد مخدر ندارم. ما به ایران بودم، به ایرانم که بودم معتاد شدم. ما باز از ایران ما را رد مرز کرده به ایران. به ایرانم که الان هستم نزدیک 4 سال میشه و کارتن خواه هستم. مثال همین سه تعملی که داشتیم همین سه تعمل میکشیدیم استفاده میکردیم. باز کمپی ما را جمع کرده خدا را شکر برده به کمپ ترک کردیم. کمیسیون جمع‌آوری معتادان خیابانی در هرات که متشکل از چندین اداره دولتی است، در هر ماه تا 150 فرد معتاد و بی‌سرپرست را از کنار سرک‌ها جمع‌آوری کرده و برای تداوی به مراکز ترک اعتیاد در این ولایت انتقال می‌دهد. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. مقامات در پاکستان آب آشامیدنی آلوده یا ناپاک را بزرگترین مشکل برای آن کشور می‌خوانند که به گفته نهادهای بین‌المللی این مشکل هر سال در پاکستان با میلیاردها دلار زیان مالی همراه است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که هر سال حدود 53,000 کودک در پاکستان به دلیل اسهال ناشی از نوشیدن آب ناپاک فوت میکنند. این کودک 15 روزه کنزا نام دارد و در یک شفاخانه های اسلام آباد به دلیل اسهال و میکروبی شدن خونش بستر شده است. کنزه از جمع هزاران کسانی است که به دلیل آب آلوده پاکستان با این سرنوشت دوچار شده است. مادرش میگوید هر بار به دخترش آب جوشانده می دهد ولی باز هم نمی داند که او چرا مریض است. اما خانواده این کودک همه روزه آب آشامیدنیشان را از یکی از جوهای نزدیک خانهشان در اسلام آباد به دست می آورند. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که هر سال 53,000 کودک در پاکستان به دلیل اسهال ناشی از نوشیدن آب ناپاک جانهای خود را از دست می دهند. در این حال، واقعات کولرا، اسهالات خونی و زردی نیز به گونه چشمگیر در پاکستان شایع می باشد که به گفته مقامات آن کشور و سازمان ملل متحد 30 تا 40% امراض و واقعات مرگ با آب بیکیفیت ربط دارد. بر اساس تخمین حداقل 30% مریضان در هر شفاخانه کسانی هستند که با امراض ناشی از آب آلوده دچار می باشند. در عین حال این مشکل پاکستان را سالانه با میلیاردها دلار تاوان مالی نیز روبرو می سازد. در سال 2012 بانک جهانی تخمین کرده بود که آب ناپاک هر سال 5.7 میلیارد دلار آمریکایی به اقتصاد پاکستان ضرر وارد کرده و انستیتوت طبی این کشور آب ناپاک را مشکل درجه یک برای پاکستان می‌خواند. هیچ شکی نیست که آب ناپاک یک تاوان بزرگ اجتماعی و اقتصادی دارد. باید گفته شود که با تأسف که حکومت‌های پی در پی در پاکستان، اگر حکومت نظامی باشد یا دموکراتیک، هیچگاه آب برایشان اولویت نداشته است. اما پاکستان تنها با مشکل آب ناپاک روبرو نبوده، بلکه در کل با کم شدن آب نیز مواجه است. ارقام رسمی نشان می‌دهد که با افزایش نفوس در این کشور تا سال 2025 آب در پاکستان کاملا خشک خواهد شد و تنها کمتر از 500 متر مکعب آب برای هر فرد وجود خواهد داشت. اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، منابع آب همین گونه باقی بماند، نفوس افزایش پیدا کند، شهرها و فعالیت‌های دیگر گسترش پیدا کند، بدون شک که با بحران روبرو خواهیم شد. از جانب هم یک تحقیق بین المللی در ماه آگوست نشان داده بود که با بی‌توجهی به محیط زیست در پاکستان حدود 50 تا 60% مردم این کشور خود را با آب‌های ناپاک زهر آلود می‌کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. عمر زکریا یک خطاط آمریکایی است که هنر خطاطی را در ترکیه آموخته است. وی در سن 19 سالگی به مراکش سفر کرد و در آنجا مسلمان شد و از همان زمان به هنر خطاطی رو آورد. عمر زکریا حال در آمریکا نیز در بخش هنر خطاطی به شاگردان آموزش می‌دهد. همکارم نجیب خلیل در دیدار با او گزارش روی فعالیت‌های وی آماده ساخته که با هم یک جا می‌بینیم.
محمد زکریا که در خطاطی اسلامی شهرت دارد، هنر خطاطی را در ترکیه آموخت. خطاطی جلیل از تعلیق و سلس بود که توجه او را جلب کرد و تصمیم گرفت تا زبان عربی را بیاموزد. زکریا در ایالت کالیفرنیا بزرگ شد. مکتب را ترک کرد و به کار در یک فابریکا پرداخت. اولین سفرش در 19 سالگی به کشور موراکو بود. در آنجا او به اسلام رو آورد و از آن به بعد با آموزش خطاطی عربی و اسلامی پرداخت. شیوه های خطاطی را که زکریا بیشتر می پسندد، جلیل از تعلیق به سلس است. سلس را به خاطر ساده و خوانا بودن و جلیل از تعلیق را به خاطر کشیدگیش که بیشتر به پرنده های در حال پرواز می ماند. چیزهایی را می نویسم که با حدیث ارتباط داشته باشد. سخنان مهم خبرگان را می نویسم. اشعار را می نویسم. اشعار عربی و ترکیه عثمانی را می نویسم. او با یک استاد خطاطی ترکی شروع به کار کرد. خطاطی او را سرمشق قرار داد و تا آن حد نوشت که نوشته هایش همسان با آن خطاط ترکی شد. زکریا دیپلم های را در چند رشته خطاطی از مرکز تحقیقات برای تاریخ اسلامی در استانبول به دست آورد و با خطاطی های نابش شهرت و سزای در سراسر جهان کسب کرد. ازش پرسیدم که آیا معنی آنچه را که می نویسی می دانی؟ اگر نفهمی چگونه می توانی انتخاب بکنی؟ این همه کتاب ها را می بینی؟ وقتی آنها را می خوانم و وقتی چیزی را می پسندم یاداشت می کنم که از کیست و از کجا گرفته شده. او یکی از اتاق های منزلش را برای کارهای خطاطی اختصاص داده و شاگردانش را هم در همین جا تدریس می کند. وی تا کنون صدها شاگرد تربیه کرده و اکنون با وجود ناراحتی های جسمی 15 شاگرد دارد، به شمول 2 شاگرد افغان که اکثرا به درجه عالی در خطاطی رسیدند. این خطاط ماهر در برابر تدریس خطاطی از شاگردانش پول نمی گیرد، آنها را رایگان درس می دهد. عایشه امام یکی از شاگردان زکریا است که می گوید خطاطی را با تمام احساسش دوست دارد. من همیشه خطاطی را دوست داشتم. جزء فرهنگ ماست. در همه جا در هند، پاکستان و ترکیه آن را می‌بینی. من در ترکیه تحصیل کردم. در آنجا دیدم آن را. بسیار خوشبخت بودم که معلمی را در ویرجینیا یافتم. عایشه میگوید آنچه را که قبلا در مورد خطاطی می‌دانست تا آنچه را که امروز می‌داند یک دنیا فرق می‌کند. زکریا از نیهای مختلف با کیفیت‌های مختلف استفاده می‌کند. اکثرا نیها را از ترکیه به دست می‌آورد. یکی از خاطراتش خطاطی برای رئیس جمهور اوباما بود. آقای اوباما ازش خواست تا چیزی را به عنوان تحفه به شاه عربستان سعودی خطاطی کند. می‌گوید فقط 3 روز وقت داشت تا آن را تکمیل کند. از او پرسیدم که آیا در مورد نقاشان و خطاطان افغانی آشنایی دارد یا نه، گفت بهزاد شاید یکی از بهترین میناتورست ها بود. میناتوری را دوست دارم. در موزیم دیدم. ازش پرسیدم که آثارتان کجاست؟ اکثر آثارم را کسانی که علاقمند خطاطی هستند خریداری می کنند. زکریا در مورد این که آیا هنر خطاطی در حال از بین رفتن است چنین گفت. پنجاه یا 60 سال قبل خطاطی تقریبا از بین رفته بود، اما یک تعداد در مصر، عراق و بیشتر در ایران و افغانستان به خاطر عنعنوی بودنش این کار را ادامه میدن. خطاطی در حال حاضر رایج است و بیشتر من حیث وسیله انتقال مفکوره ها پنداشته می شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. بخش اداری در همین جا پایان یافت. همکارم سید سلیمان آشنا در نیم ساعت بعدی با تازه ترین ها میزبانتان در بخش پشتو خواهد بود. تا فردا، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. و دولو چارو که در امریکا غک به ارزشتون و غروالی
ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بیساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما.